اینجا در سفارت ژاپن، نمایندگان سازمان ملل متحد، حکومت افغانستان و نیز سفیر ژاپن پیمانی را برای چاپ کتاب‌های رهنمود صحت مادران و کودکان امضا می‌کنند. سفیر ژاپن می‌گوید که از سال 2001 تا اکنون ژاپن به شمول 270 میلیون دلار در بخش بهداشت، حدود 6.6 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. اما سفیر ژاپن در کابل از حکومت می‌خواهد که تعهداتش را در کار مبارزه با فساد به انجام رساند. برای من خیلی مهم هستش که و برای تمام مردم شما مهم هستش که مبادرت با موضوع فساد با اصلاحات در تمام زمینه‌ها امر بسیار مهمی می‌باشد. در همین حال نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در این نشست میگوید که با وجود تلاش‌های زیاد هنوز هم شمار زیادی از کودکان در افغانستان با تهدید جدی سوء تغذی روبرو هستند. ما 600 هزار کودک داریم که سوء تغذیه جدی دارند. اگر این کودکان درمان نشوند ممکن جان بدهند و یا هم زندگی‌های دشواری داشته باشند. وزارت صحت در حالی که چاپ این کتاب رهنمود صحت مادر و کودک را یکی از راه‌های بهتر برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان می‌داند، اما هنوز هم سطح مرگ و میر مادران را در افغانستان نگران کننده می‌داند. وزارت صحت عامه متحد است که مقیاس این برنامه را به تمامی 34 ولایت افغانستان گسترش دهد. باور دارم که در نتیجه این برنامه هر کودک سند صحی خواهد داشت که تمامی خدمات را که از بدو تولد تا 5 سالگی دریافت کرده است در آن ثبت خواهند بود. تعداد زیادی مادران هنوز هم جان خود از دست میدن و تقریبا چیزی را نظر به سروی آخری که در سال 2015 در افغانستان انجام شد، تعداد مرگ و میر مادران بیش از 650 در 100 هزار تولد زنده است. هزینه چاپ کتاب رهنمود صحت مادر و کودک حدود 8 میلیون دلار می شود که از سوی کشور ژاپن تهیه دیده شده است. و پیش از این کتاب در ژاپن و شمار دیگر از کشورهای جهان کار گرفته شده است و قرار است تا سال 2020 در تمامی ولایت‌های افغانستان کتاب رهنمود صحت مادر و کودک به دسترس مادران و خانواده‌ها قرار بگیرد.